ای بابا این چشه باز چیه؟ باز چه مرگت بلند شو؟ نمیدونم سنسور مپم خرابه یا خرابی لاستیک ساخت سوپاپ دارم، چجوری بفهمم اینو؟ اشکالی نداره، میتونی از پیج سیتلا این مشکل رو رفعش کنی. جالبو؟ آره. سلام چاکیر همه برارا، منم سیتلا. علام خرابی سنسور مپ چیه؟ چجوری بفهمی که سنسور مپ ماشینم خرابه یا نه؟ با خرابی لاستیک ساخت سوپاپ اشتباه نگیری علام خرابی سنسور مپو. سنسور مپ کجا قرار میگیره؟ بیا جلو رفقا، سنسور مپ اینجا قرار میگیره، گرفتین؟ روی مانیفول. حالا منو بگیر، اینجا رو بهت بگم چجوری تشخیص بدی که علائم خرابی سنسور مپ چیه، علائم خرابی لاستیک ساخت سوپاپ چیه. سر صبح که ماشین استارت میزنی یه دود آبی کمرنگی ماشین میکنه، متداومه، یعنی مستمر، همینجوری آروم آروم این دوده هست، ماشینت لرزش داره، بد کار میکنه، مصرف سوخت ماشینت بالایه، اون میشه علائم خرابی سنسور مپ. حالا یه جوری دیگه بهت بگم، بیا جلو، این سوکتش رو فقط نگاه کنید، این سوکتشه. شما ماشین رو روشن میکنی، خب سوکت رو میکشی بیرون، اگه ماشین شما لرزش افتاد یعنی سنسور مپت درسته، ولی اگه هیچ لرزشی نداشت داخلش، داخل موتور ماشینی تو، ماشینت سنسور مپش خرابه. به همین سادگی. خرابی لاستیک ساخت سوپاپ همون اول یه دیگه آبی میکنه و تموم. گرفتی چی گفتم؟ حالا بریم واسه یه شستشوش. موارد لازم برای شستشوی سنسور مپ: یه دونه خورشیدی تی 20. گرفتی چی شد؟ تی 20. با یک عدد اسپری انجل ترشور. اینا لازمه. حالا بریم واسه باز کردنش. یه بجوشی دوستو هم لازم داری یا؟ واسه اینکه خار اینو بیدی بالا بکشی عقب. رفقا یه پیچگوشی نیاز داری؟ شما اینو فشار بدی بکشی عقب، اینجا سوکتش در میاد، میذاری کنار. حالا از تی 20 استفاده میکنی. تی 20 تا بتونی سنسور و مپ رو باز کنی و بیاریش بالا. ببینید رفقا، این سنسور مپ، دقت لازم رو داشته باشید، نباید اینجا کثیف باشه. این دماسنج وسطش که اطلاعات هوای مانیفولد رو دقیق ارسال میکنه به ECU. گرفتی چی گفتم؟ این خراب باشه مصرف سوختت میره بالا. با خرابی سنسور اکسیژن اشتباه نگیری، اول میری سر وقت سنسور مپ اگه مصرف سوختت بالا بود. تمیز کردنش چجوریه؟ شما فرض بگیر که یه لیوان داری، یه چوب وسطشه، خب این دماسنجه نباید بخوره به به اطراف این، ببخشید، به این کناره هاش نباید بخوره. اینجوری تمیز میکنی، فقط با اسپری انجکتور با بنزین نشوری ها، چون این اورینگ رو خراب میکنه. ببینید قشنگ باید این رنگ میسی هست، فکر میکنی رنگ میسیه، این قشنگ بشوری، جای سوکتش هم بشوری، بوش اصلی هم هستا، چقدر کثیف بود. این رفقا، این از شستشوی سنسور مپ. حالا جا میزنیمش. طرز جا زدن رو دقت کنید، اینجا جایی که پیچ خورشیدی، یعنی شما با تی 20 میبندی، اینجا رو دقت کنید، اینجوری قرارش میدی. البته قبل از بستن اینو حتما بدونید، بذارید خوش بشه، یه بادم بگیرید بد نیست، بادو خیلی نزدیک این دماسنجه نمیگیری یا اگه گرفتی خیلی آروم. حالا اینجوری دورش میدی، ببینید کجا قرار داره، دقیقا روبروی دریچه گاز روی مانیفولد هوا. حالا پیچی میذاری، اکثرا خورشیدی رفقا، ببینید خورشیدی،
اکثرا خورشیدی شما باید یه T20 داشته باشی واسه باز کردنش و صفر کردنش. پس خرابیشو با علائم خرابی سنسور اکسیژن و سنسور یا لاستیک ساق سوپاپ اشتباه نگیری. حال اینو جا میزنی رفقا. یه نکته هست اینجا بهتون بگم، دمت گرم لایک میکنی و سابسکرایب میزنی. یه نکته رو بهتون بگم، این یه تجربه بود که من بهتون انتقال دادم. طرف میاد که میگه سنسور مپم خرابه یا علائم خرابی لاستیک ساق سوپاپ دارم، همچین حرکت های روش میزنم، ماشین رو روشن میکنم، سوکت رو که میکشم یه لرزش میفته، یعنی سنسور مپش سالمه. و حالا سنسور اکسیژن میخوای بفهمی، اونم سوکتشو میکشی. به این میگن علائم خرابی سنسور مپ، که مصرف سوختت میره بالا، ماشین بد کار میکنه و دود آبی ممتده. اینجوری بهت میگم، به همین سادگی شما سنسور مپ رو در میاری و شستشو میدی با یک T20 و یک اسپری انجکتور شور. رفقا هر نظری داشتی پایین همین ویدیو کامنت کنی، منتظر ویدیوهای قشنگتون هستم. چاکره همه برارا، مخلص همتون، استیتلا.